سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز قراره برم ایکس باکسی که سمانه برای تولدم گرفته رو از بست بای تحویل بگیرم. ببینید، تقریبا 6 ماه پیش سال 2022، یعنی تقریبا قبل از سال جدید میلادی، ما رفتیم و قرار شد دو تا گوشی آیفون برداریم از بست بای. شرایطش خیلی خوب بود، تصمیم گرفتیم دو تا رو برداریم. به خاطر همین بست بای به ما دو تا گیفت کارت 400 دلاری داد، یعنی دو تا گیفت کارتی داد که میتونستیم تا هر وقتی که دلمون بخواد بریم و اون دوتا گیف کارت رو حالا به هر اندازه‌ای که لازم داریم خرجش کنیم. ما این گیف کارت ها رو نگه داشتیم و تا هفته پیش که ما قرار بود بریم این ایکس باکس رو برداریم از اونجا. البته شرایط پرداخت دیگه هم داشت این ایکس باکس، مثلا شما میتونستین اینستالمنت یا همون قسطیش کنی توی بست بای که خیلی هم قسطاش خیلی خوب میشد. تقریبا فکر میکنم دو ساله قسطاش میشد ماهی 40 دلار. خاطر یه سری دلایل ترجیح دادیم که اون کار رو نکنیم و نقدم پرداخت کنیم. خب گیف کارت هم داشتیم، گفتیم دیگه بهتر از این آپشن چی میخوایم دیگه. با همون گیف کارت هم پرداختش کردیم، تقریبا 800 دلار بود شارژ گیف کارت که ما تقریبا 600 و فکر کنم 40 دلار پرداخت کردیم به خاطرش. تقریبا 600 دلار شد قیمت ایکس باکس و 40 دلار قیمت ارسالش از اون شهری که میخواست بیاد، نمیدونم کجا بود. بنابراین کلن گزینه خوبی بود برای خرید و ما خریدیمش. فقط یه موضوعی هم که هست، جدیدن ایکس باکس توی سایت بست بای یه آفری گذاشته. حالا دوستان اگه خواستم برم بگیرم برای خودشون، یه آفری به نام پس آلتیمیت، که این پس آلتیمیت 100 تا بازی ایکس باکس رو در اختیارتون قرار میده به مدت 2 سال و هر آپدیتی برای اون بازی ها بیاد لازم نیست شما برید دوباره بخرید اون بازی ها، خودش اتومات آپدیت میکنه براتون. و اینم کلا فکر کنم با 100 دلار میشه این کارو کرد، ولی الان بست بای داخل سایتش اینو مجانی گذاشته، شما میتونید به صورت رایگان اینو خریداری کنید. چراغ بنزینم روشن شده، باید برم بنزینم بزنم. اصلا حواسم بنزین ماشینم نبود، الان باید برم بنزین بزنم. پمپ بنزینم همینجاست. خب باشه، اینجا ما 3 نوع بنزین داریم که مثل همون ایران که ما 2 نوع داشتیم، اینجا 3 نوع داریم. بنزین عادیش زده 135، یعنی 1.35 دلار. و اون دوتای بنزین دیگرش هم فکر کنم سوپر و یه همچی چیزیه، نمیدونم دقیقا. ما دیگه از همون ارزونش میزنیم، سعی میکنیم که کم تر خرج کنیم. خب اولین کاری که باید بکنی شما مسترکارد، همون کریدیت کارت تو وارد این دستگاه ATMش میکنی. خب اینجا انتخاب میکنی آدره ما، مثلا امروز ما میخواییم 50 دلار بزنیم، میزنی 50 دلار، اینجا رو میزنی، اینجا میگه تایید میکنی، داره تایید میکنی و ثبت میکنی. این سه تا بنزینی که بهتون گفتم اینجاست، یکیش 139، یکیش 148، یکی هم 156. بیز اینتر پین، که پین هم وارد میشه، اینتر میکنیم کارت در میاریم از داخلش. خب یه لحظه صبر باید بکنی که اینا رو تنکس میزنی. خب گفته اینا خارج کنید بذارید داخل ماشینتون نازلو و انتخاب کنید. من اینو انتخاب میکنم و الان هم بنزینش رو میکنیم بزنم. اینجا هم به دلار هم به بیس به تو نشون بده چقدر زده میشه.
خب بچه ها، ما بنزین رو زدیم و را بیافتیم سمت بست بای. دارم برسیم بچه ها، رسیدیم جلوی بست بای. بریم داخلش ببینیم که میتونیم امروز بستمون رو تحویل بگیریم یا نه. این فاکتورش هم آوردم که ببینیم به ما میدن امروز بسته رو یا نه. Can you pick up my order for it? It's just gonna be by the end. Sure. Thank you. خب به انتهای قسمت بست بای تحویل بله اونجا زده اوردر پیکاپ. اون قسمت بعد بریم. تحویل بگیریم یا نه. این قسمت کلان قسمت گیمینگه، بست بای هستش، پلی استیشن، ایکس باکس، از این دستگاه قدیمی که تو کازینو هستش و یه سری اسباب‌بازی هایی که اینجا هستش. اینجا دیگه لاین مورد علاقه بچه هاست. البته بزرگ هایی که هنوز بچه هم مثلا من ایکس باکس رو سفارش دادم. یه هم اسکوتر برقی و یه همون دستگاه هست که اینجوری باید سر همش کنی تا مثل اون دستگاه قدیمه داخل چیز بشه، داخل کازینو. اینجا هم که دسته های ایکس باکس و پلیستیشن رو گذاشته، انواع فرمونا، اکسسوری ها، گجت های مختلف ایکس باکس و پلی استیشن. Hi. Hi there. How are you? Good. How about yourself? I'm good. I have order for Xbox. Okay. Under what name? Hossein. The name on the order? Yeah. Hossein. Hossein? Okay. Yeah. First name is that? Yeah. ما یه سری اطلاعات اینجا بدیم بچه ها تا بتونم بگیرم و برم. And you received a phone call that I was here for pickup? No. Okay. Just received the email. Okay. Yeah. One second. خب بچه اینجا نوشته که مثلا اگه شما اکسپرس داشته باشید از کانادا برای کانادا زده دیم تایم پکیج دلیوری بای ساعت 9 دانیم صبح و بعد از ظهر ساعت 5. خب ما ساعت تقریبا 11 و نیم هستش اومدیم اینجا و این خانم رفت کار ما رو انجام بده بنده خدا که فدکس فکر کنه پکیج ما رو قسمت شیپمنتشون آورده و باید تحویل بگیره بیاره برام. یه آپشنی هم بست بای داره به نام ویف استون که شما تمام آیتم هایی که داخل بست بای هست رو میتونی اینستالمنت کنی و قسطی بخری، کنه هر آیتمی که دوست داری و قسطبندیش کنی. یه کردیتی به تعلق میگیره که میتونی با توجه به اون تمام آیتم اینجا رو با به حالت قسط بخری و این آپشن بسیار بسیار خوبیه. خب بچه ها، مثل اینکه پکیج ما نرسیده هنوز و بعد منتظر تماس دوم باشم یا اشتباهی صورت گرفته، میریم تا روز بعد.
How are you? این تو روز بعد دیگه امروز قسمت نبود ما بگیریم و بریم سر کارمون. باز فردا اگه گرفتمش یا پس فردا ویدیو میگیرم و بس میکنم به همین ویدیویی که الان دارم میگیرم. خب بچه‌ها الان من ایمیل دریافت کردم که سفارشم رسیده، تقریبا ساعت الان 3 بعد از ظهر سر کار بودم. من فروشگاه جایی که کار میکنم همین نزدیکی بسپای هستش، ولی این بین یه بارون شدید گرفت که الان میتونید ببینید بارونو، خیلی شدیده بارونش و الان باید برم داخل و فاکتورمو بدم. فقط یه مسئله که این وسط پیش اومد، رسیدم فروشگاه متوجه شدم که جایی که رفتم بنزین بزنم کارتامو گم کردم و از جیبم افتاده. ولی سریع تماس گرفتم با بانک RBC و گفتم که کارتامو لاک کنید تا کسی نتونه ازش استفاده کنه. اونم انجامش دادن و بعد از اون تماس گرفتم با پمپ بنزینی که من کارتام اونجا یادم رفته بود، یعنی گم کرده بودم، و بهشون اطلاع دادم که کارتام اونجا افتاده. بعد از حدود نیم ساعت بعدش با آن تماس گرفتن که اوکی کارتاتون پیدا شده، میتونید بیاد بگیریدش و خدا رو شکر که پیدا شده، وگرنه که دیگه داستان میشد، به خصوص برای دبیت کارت. کردیت تو حالا میتونی یه خورده با مستر کارت اوکی کنی، مثلا تماس بگیری باشون بگی من گم کردم کارتامو و اگه هزینه ای شده نسبت به با کارت تو، مثلا کسی برداشت کارت تو رفته جایی خرج کرده، آره از طریق تماس به مستر کارت میتونی بگی آقا من مثلا کارتامو گم کردم تو اون لحظه و هر چقدر خرج شده باشه از کارتت برمیگردونم بهت. ولی دبیتو این کار رو فکر نمی کنم انجام بدن، باید یه خورده مراقب کارتای دبیت باشیم حتما. ولی خدا رو شکر پیدا شد و بعد از اتمام کارم توی فروشگاه میرم اونو میگیرم حتما. اوکی بریم که بستمون تحویل بگیریم و ببینیم چه خبر میشیم. خب بچه ها بارونم قطع شد، من اومدم پایین از ماشین و خدا رو شکر همه چی اوکی مرتب. بارونم بی بارون، یه نمور بارون داریم که اونم مهمی است. بعد دوباره بریم همون قسمت ورودی قسمت پیکاپ وردرام. امیدوارم که باشه. I received an email for picking up the my order. خانم میگه که 2 دقیقه پیش میخواستم بهت زنگ بزنم که بیایی. خب بچه‌ها من رفتم داخل و باکس تحویل گرفتم. بارون گرفت به شدت، هم خودم خیس شدم هم کارتونی که تحویل گرفتم. خب بچه‌ها بالاخره ما رسیدیم خونه و میخواییم ایت باکس جدید رو انباکس کنیم. بریم که برعکس PS4 این شبیه PS5 کلن عمودی باید نگهش داری قرار شد. خب یه کارتون هم اینجاست. این چیه؟
نماشه، راهنمای نصب بشه. خواهش نداریم. این کارتون هم اینجاست که داخلش یه دونه کابل برق، یه دونه کابل HDMI. چیزی نیست نه؟ و یه دفترچه راهنمای مایکروسافت. اصل کاریش یه دونه جویستیک و دو تا باتری برای جویستیک فکر. مرسی که تا آخر این ویدیو همراهم بودید. دمتون گرم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، حتما این کانال رو سابسکرایب کنید چون واقعا به حمایتتون نیاز داریم. و اگه نظری، کامنتی، چیزی دارید میتونید داخل کامنت ها برامون بنویسید، حتما به انگلیسی باشه چون اگه به فارسی بذارید سابتون میپره. دمتون گرم. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار. خدافظ.